فرهنگی گفتین قبلا به خاطر مذهبی ام عرض بکنم شما. خب ما خواهش ما از دولت افغانستان و از پارلمان افغانستان و از نهادهای مدنی افغانستان این هست که اونطوری که برادرها گفتن که ایران و برای همه مشخص است ایران یک اهداف استراتژیک و درازمدت در داخل افغانستان داره و طبیعی است که هر قدر در حوزه افغانستان تشنج حاکم باشه و هر قدر فضای تنش آلود در افغانستان حاکم باشه به نفع ایران است. ایران به نفع خود از این فضا استفاده میکنه. اون تو ما آیه قرآن هم که تلاوت کردیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا میگه ما سرنوشت هیچ ملت رو تغییر نمیدیم. اون ملت خودش هست که تغییر میده، نیتی از اون ملت هست، نیتهای از اونها هست که تغییر میده. پس ما مردم افغانستان باید متوجه باشیم، اگر چنانچه دولت ما از موضع ضعف برخورد میکنه با جمهوری اسلامی ایران، با دخالت سیاسی جمهوری اسلامی ایران، پس مردم افغانستان، نهادهای مدنی، مجموعه های فرهنگی متوجه بسازه که جناب رئیس جمهور، جناب معاون رئیس جمهور، جناب وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، شما باید متوجه باشین این حرکتی که شما میکنین و این خطری که شما در نظر گرفتین و این مسیری که شما میرین به این مسیر، این برخلاف منافع مردم افغانستان است و ما احساس کردیم ما تمام اطراف و جوانب به قضیه را در نظر گرفتیم، به نفع ما نیست یک چنین حرکتی، ما نمیخوایم. این خواهش ما از دولت افغانستان و متقابلا خواهش ما از مردم افغانستان و از نهادهای مدنی افغانستان است. بعد برمیگردیم. خب کانال دوم، کانال دوم از کانال سیاسی، از کانال نظامی دخالت جمهوری اسلامی ایران بسیار ملموس است در قضیه افغانستان. چطور؟ من اونش عرض میکنم خدمت شما. ببینید درست جمهوری اسلامی ایران هواپیماهایش پرواز نمیکنه در فضای افغانستان، درست است که نفراتش مستقیما در مقابل نیروهای ائتلاف و در مقابل اردوی افغانستان و در مقابل پلیس افغانستان و در مقابل حکومت افغانستان جبهه نداره، سنگر نداره. منتها من خودم به جرأت میگم و صحبت ما را از تلویزیون میشنوند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل میشنوند، کنسولگیرهایش، سرکنسولای جمهوری اسلامی ایران در هرات و جلال آباد و جاهای دیگر قندهار میشنوند صحبت ما را. خب ببینید من به جرأت یک گپ میزنم به عنوان یک روزنامه نگار که از داخل ایران خیلی چیزا داریم که انشالله اگر یک مبحث دیگه پیش اومد ما حتما در قسمت صحبت‌های خود داشتیم. من تو بسیار خلاص و به طور نمونه خدمت شما عرض می‌کنم، ما در خیلی از نقاط ایران خودیم دیدیم که پایگاه‌های آموزشی وجود داره در اونجا. خب از جمله در قسمت دماوند حاشیه شهر تهران چند تا پایگاه وجود داره که در اونجا القاعده، عناصر القاعده و تعداد از طالبا که مخالف دولت افغانستان است و از مخالفین استراتژیک دولت افغانستان هست، اونا در اونجا آموزش داده میشه از طرف جمهوری اسلامی ایران، از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آموزش داده میشه، از طرف عناصر اطلاعات ایران آموزش داده میشه، آموزش اطلاعاتی داده میشه. خب این دهی بخش بعد میایم در قسمت بخش‌های اقتصادی که اینا در شاهرگ‌های اقتصادی ایران اینا سهم شده و سهم داده شده برای اینا، خیلی از شرکت‌های ایران ما سراغ داریم که آمدن عناصر القاعده را و طالبان را برای شناسنامه دادن و 50% 60% سهام بعضی از شرکت‌های معتبر ایرانی مرتبط القاعده هست و اختصاص در عناصر القاعده داده شدن. به این خاطر ما ادعا میکنیم که متاسفانه دخالت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ نظامی و از کانال نظامی در مسئله افغانستان و در جریان افغانستان و در قبال مردم افغانستان بسیار مشهود است و نیروهای ائتلاف هم باید بدانه که میدانه و دولت افغانستان هم روی از قضیه باید تعامل داشته باشه. فهمی سر دو کانال دیگه اش که مذهبی است و کانال لسان یا زبان هستند، به ارتباط هم شواهد اما میرسیم در رابطه با مسئله لسان. بله خب ما گفتیم که از 4 تا کانال دخالتش صورت میگیره. میرسیم به کانال سوم. کانال سوم کانال لسان و زبان هست. خب ما به طور نمونه عرض میکنیم جبهه متحد شمال جدا از اینکه اهداف سیاسی در خود داخل جبهه داشتن جمهوری اسلامی ایران ما رو کار ندن، فقط مسئله زبان رو مطرح میکنن در اینجا. خب طبیعی بود که نشان میداد که از جبهه متحد شمال به خاطر که بعضی از اراکین قدرتمند اتحاد شمال یا در مجموع میگم بله. در مجموع
اینا از لحاظ نژاد، از لحاظ زبان مرتبط به جمهوری اسلامی ایران بود. و جالبی هست که خب اینجا وقتی میگیم که از کانال لسانی دخالت انجام میشه، شما ببینید ما مردم هزاره هم از لحاظ زبان فارسی زبان هستیم. خب پس چرا ما در اونجا در نظر گرفته نمیشیم؟ این سوال ما جمهوری اسلامی ایران است. اگر دخالت شما مغرضانه نیست، خب ما از لحاظ زبان اشتراکات داریم با شما. شما وقتی جبهه متحد شمال در دورانی که طالبان در افغانستان حضور داره شما قویاً حمایت میکنید، بعد وقتی که ما سوال میکنیم شما چرا ما را حمایت نمیکنید، ما هم از اعضای جبهه بودیم، ما هم در مقاومت حضور داشتیم، در بامیان حضور داشتیم، در دریسوف حضور داشتیم، در کاولنگ حضور داشتیم، در جاهای مختلف حضور داشتیم، خب پس چرا ما مورد حمایت قرار نمی گرفتیم؟ خب یک سوال است که تا هنوز مقامات جمهوری اسلامی ایران در برابر از این بی پاسخ مانده. یک دلیل منطقی هم است و یک سوال منطقی هم است که در دولت مردای جمهوری اسلامی ایران باید پاسخ بکنه. در این قسمت و عالم من نمونش را برای شما عرض میکنم که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از کانال زبان و لسان وقتی وارد افغانستان شده و دخالت های خود بسیار وسیع و گسترش داده و صد و گسترش داده، ما ببینیم که جبهه متحد ملی، من صراحتا به عنوان یک روزنامه‌نگار عرض میکنم، جبهه متحد ملی که به عنوان یک اپوزیسیون تشکیل شده در مقابل دولت افغانستان و امروز تقریبا حدود 75% بودجهشی و مصارف از این جبهه از طرف جمهوری اسلامی ایران تامین میشه، این یک چیز مشخص هست. بعد نمونه بارزش از بیشتر من فکر میکنم نیست. و میرسیم در کانال مذهب که دخالت جمهوری اسلامی ایران از کانال مذهب صورت میگیره و از کانال فرهنگ صورت میگیره، دو تا شعبه. بعد کانال شک است، دو تا شعبه میشه مذهب و فرهنگ. خب امروز ما نمونه از این در غرب کابل میبینیم، در بین جامعه هزاره میبینیم، در مجموع در بین جامعه تشیع میبینیم. اینا میان به جای از اینکه منطقه را بازسازی کنن، به جای از اینکه فرهنگ مردم یک مقدار رو رشد بدن، که ما از اینجا اعلان میکنیم که انشالله ما نخبه هایی داریم، چهره های فرهنگی داریم، شخصیت هایی داریم، ما دانشمندایی داریم که فرهنگ ما از صدمه دیده، که طبیعتا صدمه دیده در داخل در جریان جنگ، فرهنگ ما رو خود به خود اینا رشد میدن، اینا نیروهای ما هستن که فرهنگ ما رو رشد میدن. خب بر فرض حالا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه میان در بخش فرهنگی میخواد که فرهنگ ما رو ترمیم کنن و صدماتی که در طول جنگ متوجه سیستم فرهنگی ما شده، جمهوری اسلامی ایران میخواد فرهنگ ما رو ترمیم کنه. خب بیان چرا واقع بینانه بر اساس یک معیار منطقی و عقلانی چرا در این قسمت فعالیت نمیکنه؟ بعد میبینیم که توطئه از زیر زین هفته است. خب فلان ملا امام مسجد میاد میگه شما در مقابل اهل سنت اینطوری بکن، بعد متقابلا میاد در مقابل در جامعه برادرای اهل سنت ما اینجا میگه خب فلان مولوی میگه آقا تو بلند شو در مقابل از اون پیش نمازی که در دشت برچی هست یا جای دیگه هست یا فلان هست، در مقابل از اون اینطوری موضع گیری کن. خب این مشخص است. یا فرض کن مثلا حلقاتی که اینجا وجود داره، خب رسانه هایی که در وجود داره که ما نمیخوایم نام بیاریم ازش که خود مردم افغانستان میدونن، اینا رو میآیند ما از لحاظ مذهبی میخوایم شما را کمک کنیم. بله مذهب تشیع در افغانستان غریب هست، مذهب تشیع در افغانستان اگر ما دنبالش پشت سرش به عنوان یک قدرت نباشیم حتما این مذهب صدمه میدونه میبینه که ما از اینجا اعلان میکنیم که باز تکرارن که در مصاحبه های خود در هر کجا ما اعلان کردیم، هیچ وقت مخصوصا در سه دهه اخیر تنش های مذهبی آنچنان نهاد در عرصه مذهبی در جریان نبوده در افغانستان. بازم ما شیعیان افغانستان جداست نظام ایران میدانیم. درست است که نظام جمهوری اسلامی ایران خب دولت مردایش شخصیت های شیعه است و یک دولت شیعه است و یک رژیم شیعی هست، منتها ما شیعیان افغانستان و مردم هزاره افغانستان ما جدا میدانیم. بله یک شیعه افغان مشناسیم، بله یک شیعه مستقل.